در روز دویم چمپیونات آسیا اوید با صنعت محاربه های مقطع غیر کسبی 53 محاربه باید برگزار گردد و در 17 تایان ورزشگران تاجیک ثبت نامند. طبق نقشه فدراسیون عمومی جهانی ایماف رقابت ها از مرحله 4 یگانه های آغاز گردید. اقربک روی رقم 11 دور میزد و ورزشگران یک یک به 8 کنجه می برآمدند. حضور مخلصان بشمار گواهی از آن میداد که محاربه های مقطع غیر کسبی در تاجیکستان دوستداران خود را دارد. زیر وزن 52 کیلوگرم آن قریب 10 رقابت سپری شد که در بیشتر آن میزبانان غالب آمدند. هشت رقابت میانی وزنهای 56 کیلوگرم با سو جالب و دیدنی صورت گرفت که با ورزشگران ما تقدیر حریفان مغولستان، ازبکستان و قزاقستان را ورق زد. دیدار ظفرشاه شامیر سعیدوف با حریف ازبکستانیش زیر توجه مخلصان قرار گرفت. در ثانیه های آخر او توانست با بوغی کردن حریف رای خود را به دوره دیگر هموار سازد. رقابتی محمد صلاح الدینوف را حلنامه داوران معین ساخت. در نهایت با برتری بیشتر او دست بالا گردید. با گذاره وقت داخل هشکنجه وزنهای بلندتر وارد میگشتند و یکی دست بالا دیگر آخرین برآمدی خود را در چمپیونات آسیا میدید. نبرد منوچهر یایف حتی توجه مردم خارجه را هم جلب نمود. او سه راند را بر نفع خود انجام داده حریف ایرانیش را از سر راهش دور کرد. که یکم رقابت هم بود خیلی دشوار بود کشوده شدم باز یک چند خطاگیایی بود که من خودم حس کردم کوشش میکنم که در دویم رقابت هم این خطاگیا را نکنم. تو این دم فوری در این سبقت تیمی تاجیکستان، بحرین و قزاقستان رو میدونیستند ولی بعدا کارشناسان به خلاصه هم آمدند که ورزشگران ازبکستانی رو هم به تاپ چهارگانه بهترین باید شامل نمایند. برگزاری چمپیونات آسیا را در تاجیکستان نمایندگان ایماف خیلی بهای بلند دادند. ذکر کردند که تاجیکستان وطنی ورزش دوست و ورزش پرور است و ایماف نقشه های خود را میتواند اینجا عملی سازد. We're really grateful to the Tajikistan Federation for hosting us, for all their hospitality and working really, really hard to put on a spectacular event at such short notice. And we really, really look forward to coming back again, hopefully to Tajikistan and working again with the Federation and all the staff and volunteers that have helped make this event. در نهایت بهترین ها به دور نیمه نهایی راه پیدا کردند. در کوتاه‌ترین فرصت از روز سیم این سبقت فروقروی برایتان معلومات می‌دهیم. شهاب‌الدین یتیموف، کامران کامل‌زاده، مخصوص برای تلویزیون جهان‌نما.